نزدیک نوروز داره میشیم، راجع به سفرها، مسائل امنیتی، انتظامی، تمام سوالها. همکار محترمم سرکار خانم سلیمی نیا و میهمان محترمشون سردار ساجدی نیا در استودیو فعالیت‌های پلیسی سرده آماده هستن اولین ارتباط ما شکل بگیره. من خدمت شما و میهمانتون سلام عرض می‌کنم، منتظریم گزارش‌های شما ببینیم و بشنویم. به نام خدا، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای یزدان پرست و همطور که شما اشاره کردید با آخرین رویدادها و اطلاعات انتظامی و وضعیت راه‌های کشور همطور توصیه‌های پلیسی در خدمت شما عزیزان هستیم. ما برای شروع امروز دعوت کردیم از سردار ساجدی نیا، معاون عملیات ناجا. سلام عرض می‌کنم خدمتتون سردار، خیلی خوش اومدید. به عنوان سوال اول اگر لطف کنید به طور خلاصه برای ما مرکز فعالیت‌های پلیسی 110 رو معرفی بفرمایید. از اونجایی که دولت‌های استکباری و ایادی شرق و غرب فیلمی درست کردن به نام 101 سگ خالدار که نمی‌دونم بینندگان عزیز استهزار دارن و شما خودتون رصد کردین، فیلم من خودم رصد کردم. در اون فیلم ارزش‌های نظام رو خالخالی کردن. ما برای اینکه با این توطئه شوم مقابله کنیم تصمیم گرفتیم که نوتو بذاریم روش که بچه سر دست سگ خالدار و کسی ما رو با اونها اشتباه نگیره. خود بندم با این خالی که ملاحظه میکنید یکی از همون سر دست هست. سردار، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال نیروی انتظامی چه خدمات ویژه‌ای رو برای پایان سال برای مردم عزیز صدارت دیده؟ اجازه بدید بنده تشکر کنم از مردممون که هر سال در پایان سال خدمات ویژه‌ای برای نیروی انتظامی تدارک می‌بینن و در واقع فرصت خدمتگزاری از ما می‌گیرن. شما تو اون زمان اگه به چهره‌های غیور پرسنل نیروی انتظامی دقت کنید عین بوم نقاشی می‌مونه. طیف رنگی که از بنفش شروع میشه میره تا سیاه، از زیر چشم تا این و پرکلاقی می‌زنه. خلاصه نمونه‌های از کار کوبیسم دیگه، با کوبش‌های مداوم به این تابلو یه جلوه دیگه میده. سوال بعدی خواهشم به طور خلاصه چون سانه اگر خانم یا آقای از شهروندان ما از منزلش خارج بشه و کیفش مورد سرقت سرقان قرار بگیره، آیا در این مورد هم میتونه با پلیس سرقت تماس بگیره یا باید به کلانتری مراجعه کنه؟ اگه کیفشون سرقت شده میتونن ما تماس بگیرن تا پرسنل خالدار نیروی انتظامی باهاشون همدردی کنن، ابراز همدردی کنن. اما اگه کیفشون سرقت نشده ما در ایام عید این خدمات رسانی رو هم داریم که با یک تماس کوتاه خدمتشون میرسه و ترتیب کیفشون رو براشون میدیم. حالا ما تمهیداتی هم اندیشیدیم که دیگه به جای تماس مردم کیفاشون رو اهدا کنن به نیروی انتظامی که دیگه نه تلفن سرده اشغال بشه و نه اینکه کیف اونها دچار سرقت زدگی بشه. سرد با توجه به اینکه به چهارشنبه آخر سال هم نزدیک هستیم، چه توصیه‌ای در مورد چهارشنبه آخر سال داریم برای بینندگان عزیزمون؟ اساساً وارد کردن چهارشنبه در روزهای هفته توطئه استکباریه. شما اگه به کتاب تحریر الوسیله امام هم مراجعه کنید میبینید که اصلا چهارشنبه‌ای وجود نداره، اصلا وجود نداشته. هر چی هست جمعه است و نماز جمعه یا شنبه ها مرقد امام، یک شنبه هم تقشربادی توی ایستگاه صلواتی. البته من به لحاظ علمی هم میتونم بهتون ثابت کنم، نگاه کنید مثلا یه شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، شصت شنبه. حالا ما پنج شنبه هم به خاطر ایام عید وارد کردیم. در نهایت این بحثی که من با شما دارم این به طور علمی ثابت شده. خیلی متشکرم. در نهایت اگر توصیه برای بینندگان عزیزمون دارین لطفا خیلی کوتاه بفرمایید. والا بینندگان شما که توصیه نکرده فکر ما رو پیاده کردن با هم خط 11 داریم میریم. اگه توصیه باشه به همون سر دهتایی که روزگارشون خالخالی شده. مقام عظما به اون هیکل شش گوشش گوششو گرفته، بدبخت بیچاره دایره شده. ما که یه گوش هم نداریم، میذارن اینجا درو داغونمون میکنن. ببخشید. الو 110 بفرمایید. نمیدونم چرا هر کی با پدر مادرم کار داره به من زنگ میزنه. شما تلفن پدر مادرمو نهرن زنگ نه. جناب یزدان پرست اگر شما سوالی ندارید به اتفاق سردار از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. خواهش میکنم سوالی ندارم، ممنون از شما و از سردار ساجدی نیا هم تشکر. متشکرم، خدا نگهدار. خداحافظ شما.